پول چاپی داشتی میدادی تقریبا همون است که بخوای نصفش چاپ کنی، تقریبا همون پول چاپ داشتی میدادی. یعنی هم در چاپ داری ضرر میکنی، هم تو زینک ضرر میکنی. بنابراین هر چی تو بتونی این تمام این صفحه رو پر بکنی از اوردر، موفقیتت خیلی بیشتر خواهد بود. این بخش اول صحبت ماست درباره که اگر کل بحث رو بخوام بکنم در دو بخش. بحث اول ما، من عمدن قبل از اینکه درگیر تکنیکال و توضیح جزئیات کار چاپ بشم، اصلا بیشتر اومدم به شما دارم میگم که بدونید آقا کار چاپ رو چطوری میشه واقعا راه انداخت. اصلا اینجوری روش محاسبه نکن هر زینک بودن چقدر هزینه برمیداره طراحی استفاده کنه، اصلا این شکلی نیست. حالا چون به اینجا ربط داده میکنه همینجا بهت میگم، به جایی که تو بیای محاسبه کنی که خب بله نه زینک اصلا کار گرونه، ولی به جایی که اینجوری فکر کنی تو به این فکر کن که تو یه دونه سوال اینو بذار، من سوال رو بگم، نوشتن هر زینک بودن چقدر هزینه برمیداره طراحی استفاده کردنش. ببین تو اصلا یه زینک بگو بگو 1000 تومان قیمتش، 100 دلار قیمتش، هر چی. مهم این است که شما این 1000 تومان و این 100 دلار قیمت یه زینک رو خورد کنید در 20 تا محصول، به جای که خورد کنید تو یه محصول. تموم شد رفت. این شروع یه ماجراست، یعنی به صرف تمام شدن یه دونه استفاده بهینه از پروسس چاپ در تمام در کمتر هزینه کردن برای کارت. هر چی میتونی هی داری کمتر هزینه میکنی برای قیمت تمام شده خودتو داری میاری پایین. توی هر کاری توی این دنیا یه بخش عمده تلاششون هست که قیمت تمام شده رو بیارن پایین. حالا هر چیزی که قیمت این چیزایی که عواملی هستن که در تعیین قیمت یه کار موثرن، چه فیلم و زینک باشه، چه با خدمت درسی باشه که چاپش باشه، چه متریالی که داری استفاده میکنی رو بتونی قیمت بهتری بخری. بعضی وقتا وقتی که برای مشتری متریال مهم نیست که دقیقاً چی باشه و قیمت براش مهمه، خب بهش میگی ببین با این که بری قیمت رو ارزان‌تر میدی، ولی خب این شکلش هم ولی داره لمس کن ببین دقیقاً همین می‌خوای نمونه‌هاش روش نشون میدی. اگه خب اینقدر خیلی موثر متریال خیلی توی قیمت چاپ تو اونجا موثر، اما اینجا زیاد حالا تو خیلی چیزا زیاد هم مهم نیست مگر اینکه خیلی لوکس باشه، وگرنه قیمت‌های متریال اینقدر تأثیر در قیمت به اون معنا آنچنان نداره. پس قسمت اول این بود که آقا بس ما میتونیم، قسمت اول بحث این بود که ما یه بروکر بشیم و بیایم به عنوان یه بروکر بیزینسمون رو راه اندازی کنیم، بریم کار چاپی بگیریم و بنازیم تو دریان چاپ و بین مشتری قرار بگیریم و پروسس چاپ. در پروسس چاپ هم دو تا فرمول داریم، یکیش این است که خودمون درگیر فرمول پروسس چاپ بشیم، از طراحیش بگیریم تا فیلم و زینک شدنش، تا خریدن کاغذ و متریالی که برای چاپش نیاز داره، تا بردن چاپخونه، چاپخونه آمادش کنه، چه صحافی نیاز داشته باشه، چه فینیشینگ هایی مثل کوتیشن مثل یووی و ورنی و نمیدونم سلیفون و نمیدونم این قصه ها نیاز داشته باشه، چه کات خاص نیاز داشته باشه، بریدن های خاص نیاز داشته باشه، چه این چیزها خودمون درگیرش بکنیم. روش دومش این بود که اصلا خودمون درگیر پروسس نکنیم، به غیر از مقوله گرافیک که حالا خارج از این مقوله است، من احتمال داره نیاز باشه که ما انجام بدیم در سرویس همون. بعد از مقوله طراحی، پروسس چاپ که میخواد به جریان بیفته رو میدیم به گروه های چاپخونه های بزرگ که تمام مسائل رو دارن و اونا برای اون انجام میدن و ما به این قضیه به عنوان یه دونه پروداکت نگاه میکنیم، به عنوان محصول نگاه میکنیم. آقا این محصول چند برای اون تمام میشه، اینقدر میکشیم روش میفروشیم. تو پروسس چاپ که خودمون درگیر میشدیم هی تلاش میکردیم که آماده سازیش رو به حداقل قیمتی برسونیم که دیگه هر دفعه باید محاسبه کنیم که آقا قیمت تمام شده این قضیه چقدر برامون میشه. هی باید محاسبه کنیم هر پروداکت رو به ایندیویژوالی تک به تک که آقا قیمت تمام شده این کار میشه اینقدر، پس من اینقدر میتونم بفروشم. اما در روش دوم یه تکلیف بدن که محاسبه کنیم، به ما میگن آقا یکی دیگه داره محاسبه رو انجام میده و ما یا مثلا میریم تو وبسایت حتی اون شرکت که داره محاسبه رسونه نگاه میکنیم آقا این محصول با این مشخصات داره اینقدر به ما فروخته میشه، دیگه ما اصلا نه کسی باید زنگ بزنیم هیچ، تکلیف قیمت روشنه، میدونیم ما اینقدر میخریمش، خب بس بریم اینقدر بفروشیمش به همین سادگی. این میشه ساده ترین حالت بروکری و خود بروکر گفتیم به سه روش میتونه کارشو جلو ببره عملا، در دو روش، ولی دو روش، یکیش خورد میشه، یکیش فیس تو فیس بره ببینه اوردر مستقیم بگیره، سفارش مستقیم بگیره،
روش دومش این است که آنلاینه. در دنیای آنلاین دو بخشه، آنلاین آفلاین استایلی که کاتالوگیه، با قیمت هم اونجا هست، طرف حتی میتونه یه اوردر فرمی هم وجود داشته باشه به صورت کلی، یا اینکه فقط بگه من اینو علاقمندم، مشخصاتشو بده و ما باهاش تماس بگیریم به شکلی کار انجام بدیم. آنلاینه که فولی آنلاین باشه و طرف اوردرشو بتونه سابمیت کنه و اونجا وقتی که اوردر رو سابمیت کرد بتونه پولش هم پرداخت کنه و اون اوردر دستمون برسه و حتی دیزاینش رو هم میتونه اونجا سابمیت کنه، یا بعضی وقتا دیزاین رو بعد از اینکه اوردرش رو سابمیت کرد پولش رو داد به جریان بنازیم و بگیریم. اما دنیای چاپ رو بریم آشنا بشیم باش، ببینیم که ما یه نیاز به این داریم که یه حداقل مفاهیم رو بفهمیم در دنیای چاپ. در فصل دوم باید ما مفاهیم چاپ رو بفهمیم، بدونیم که اصلا این مقوله چاپ یه سری مفاهیم کلیش رو بدونیم چی به چیه. در همین اندازه‌ای که ما امروز باهاش صحبت خواهیم کرد اگر بدونین، عملا شما میتونید این دنیای چاپ رو درش درگیر بشین و برای خودتون راه اندازی کنید و برید به سمت این که اصلا کار چاپ رو به طور حرفه‌ای یا جدی راه بندازید و انجام بدین اگر که بخواین تو مقوله چاپ برید. یعنی شما نه نیازی به این دارید که دانشگاه برید برایش، نه نیاز دارید که کالج برید، نه نیاز دارید که نمیدونم این همه دوره ها و چیزهای مفصلی که وجود داره. در دنیای امروز دیگه بی‌معنی شده، شما فقط کافیه که یه مفاهیم کلی رو بدونید و با دونستن این مفاهیم کلی شما دیگه هر آنچه که مطلب تو این زمینه این ورانور وجود داره رو مطالعه میکنید و میفهمید چیه، به اضافه اینکه چاپ از اون کارهاییست که از اون مشاغلیست که شما وقتی که درگیرش میشی و میری تو دل مقوله چاپ با تجربه است که به دست میاری که هر چیزی رو اصلا چه مصرفی داره، به چه شکل و شمایی قابل استفاده است تو بازارش که میری میبینی که آقا این بازارش اصلا چیه، تو بازاری که واردش میشیم و مثلا این تیپ بازار چه مدل کاغذهایی رو اصولا مصرف داره و چه سایزهایی تو این بازارها مصرف داره، اینا رو در تجربی به دست میاره. این چیزی نیست که شما بیاین براش برین ساعتها بخواین کلاس درس برین و نمیدونم کتاب بخونید که بفهمید که چی داره میگذره، چون اساسا در اکثر این مسائل شما اینجوری باش طرف میشین که توی زمانی که تو بازار چاپ هستین دارید میبینید با چشم خودتون که داره چی میگذره و کی به کی هست و عرضم بزرگ شما که تجربهشو به دست میارید. فقط مفهومو باید بدونید، وقتی مفهومو میدونید این تجربه برای شما معنی پیدا میکنه. وقتی شما مفاهیم اصلی رو نمیشناسی اینا حتی جلوت هم که هست نمیفهمی که آقا این به چه دردتو میخوره، یعنی مغزت نمیتونه پروسس کنه که به چه درد میخوره. اما اینقدر خنددار میشه که وقتی این مفاهیم رو میشناسی، تقریبا به خصوص چاپ یک کرم خاصی داره که شما هر جا که میشینی همه چیزی که داری دور و برت میبینید رو دیگه چشمات داره آنالایز میکنه اتوماتیک، به خاطر اینکه مفاهیم رو میدونی. از یه صندلی که روش میشینی و میزی که روش داره جلوت هست در نظر بگیر، تا هر جایی که میری نشستی رفتی آرایشگاه، چیزی که رو میز داره تا جلب توجهتو میکنه و دستت میداری به این فکر میکنی که موادی که استفاده کرده با چه ماشینی ممکنه رو زده باشن، با اینکه ماشین نمیشناسی، اما چون مفاهیم کلی مقوله چاپ رو میدونی این باعث میشه که فکر تو رو ببره به این سمت که همش داره مغزت هی پروسس میکنه که این چجوری بوده داستانش، اصلا بر چه اساس این پروسس اتفاق افتاده و چجوری این درست شده. خب چاپ، عرضم به حضور شما که چاپ اصولا در ما سه بخش تقسیمش میکنیم. پروسس چاپ رو ما میایم به سه بخش تقسیم میکنیم. هر مدلی از چاپ رو که درباره اش صحبت بکنیم فرق نمیکنه، این سه بخش رو یه جورایی درگیرش خواهد بود. یکی سیستم پری پرس یا پری پروداکشن دنیای چاپه، یعنی هر کاری که اتفاق میفته قبل از اینکه به چاپ برسه، هر کاری که توی قبل از چاپ اتفاق میفته رو شما اسمش رو بذارید پری پرس. قسمت دومو اسمش رو میذاریم چاپ.
خود چاپ، بخشی که داره اون کار چاپ میشه، و بخش سوم اسمشو بذارید فینیشینگ، یعنی یه جورایی، حالا شما بخواید بگید صحافی، ولی صحافی نیست، اما صحافی هم بخشی از فینیشینگه، و یعنی بعد از چاپ. بس ما یه چیزی داریم چیزایی که با این تخصصی قراره تو اینقدر تخصصی بخوام در روش صحبت بکنیم، نه به این دورهمون نمیخوره و صحبت نمیکنیم، و این از همونه است که شما در وقتی غرق دنیای چاپ میشی به این فکر میکنی که حالا اصلا من به شما به طور قطعی میگم که تقریبا 99% از کسانی که در دنیای چاپ هستن با این حجمی که تو مخصوصا امروز به عنوان بروکر چاپ هستن اصلا درگیر انقدر بحث تخصصی نمیشن که مثلا دستگاهی باشه که برای که ببینه که آقا این با چه کوالیتی چاپ شده فلان، اصلا ندارن چنین چیزایی بخوان استفاده کنن و مصرف شما هم نمیشه. ولی یکی از که عشقش این چیزاست، دوست داره سیستمش رو، هم عشقش هم دوست داره سیستمش انقدر تو این لول قرار بگیره که مثلا بیاد تو این مقوله های کیفیت چاپ و جوهر و فلان مباحث هم میخواد درگیر باشه، میتونه درگیر بشه. ولی یه جورایی تو این مقوله ما جز 1% رو صحبتش رو نمی کنیم، به خاطر اینکه زمانی که وارد بحث 1% میشیم، اون 1% آدم ها دارن کارهای کاستوم و خاص میزنن. 99% اوردر مارکت کار خاص نیست، 1%شه که کار خاصه، و تازه اون کارهای خاص هم الان با دستگاه جدید که داره میاد یه جورایی از حالت خاص بودن در اومده و داره حتی اونها هم داره از حالت خاص دیگه در میاد، یعنی روتین داره میشه. ولی به هر حال اگه بخوام بگیم ما درباره 1% چیزی که در مارکت نیازه حرف نمیزنیم. یک دومی که درباره اینقدر جزئیات که مثلا تو نوشتی برای فونت مثلا 12 با دستگاه بنر زده بشه قابل خوندن نیست و کار خراب میشه، این جزء وظایف شما نیست، به خاطر اینکه شما به ماشینی نمیدی که این وظیفت باشه بدی یا اینکه وظیفت نباشه بدی. و این این حرفای تخصصی که دارن در مورد صحبت میکنیم این ربطی به بروکر آنچنان نداره، به خاطر اینکه بروکر داره مسئولیت خوب در اومدن این چاپ این کار رو داره میندازه گردن اون چاپخونه ای که داره این کار رو بهش میده بزنه، یعنی مشکل اونه، یعنی اونه که نه کی گفته قیمت به دستگاه و جوهر بستگی داره. این حرف اصلا در دنیای امروز بی‌معنیه. حتی اون چاپخونه، حتی اون بروکری که خودشو درگیر پروسس چاپ میکنه هم یه جورایی این بخشی که بهش ربطی نداره، به خاطر اینکه داره میره ببین چاپخونه های دنیاش فرق کرده، اصلا دنیا چه چیز دیگه ای شده. یه وقتی من بعد به این دورش این فکر میکردم، اونجایی که حمید با میگه گفت چاپخونه دستگاه چاپ ملخی، من بعد به این فکر میکردم، تصمیم میگرفتم که من قبل از چاپخونه، قبل اینکه چاپخونه بدم، خوب بود که بدونم که اینو میخوام به دستگاه این بزنم یا به دستگاه جی تی او میخوام بزنم، یا نه میخوام به دو ورقه بزنم یا چهار ورقه بزنم، ماشین دو رنگ بزنم، ماشین یه رنگ بزنم. امروز وظیفه من بروکر نیست که به این فکر کنم که با چی میخوام بزنم. من مدل محصولی رو که میخوام بزنم به چاپخونه دارم میگم من اینو میخوام بزنم. خود چاپخونه هم که انتخاب کردم آردی اینا رو تقسیم کرده دیگه، به من چه ربط داره میخواد با چه دستگاهی میخواد بزنه، مثلا دستگاهش میخواد هایدلبرگ باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه، من میدونم که دارم اینو به این میدم و چیزی که دارم میگیرم با این مشخصات این کوالیتی است که نمونه خیلی خوبه. اگه کار چاپ بد باشه، کیفیت پایین باشه، خب باید بره باید درست بشه. وقتی سفارش رو میگیری بر اساس دستگاه پارتنرت کوتیشن میدی، دقیقاً یعنی شما بر اساس اون امکانات موجود داری قیمت میدی. قیمتاتو اصلا از یه جای قیمتو گفتیم از کجا میاریم؟ ما قیمتی رو که بهمون دادن رو یه چیزی کشیدیم روش دادیم. خب این قیمتو بر اساس چی به ما داده نگاه میکنیم، میگیم این بر این اساس به ما داده شده که داریم ما عرضه میکنیم. پس بنابراین ما خودمون رو درگیر این پروسسی که تو داری میگی و این معنای اینقدر جزئیات هیچ وقت نمیکنیم. اون موقع دیگه تو وقت یه بروکر نیستی. بروکری که قرار باشه اینقدر برای خودش سردرد بخره، براش به صرفه نیست کار کردن، یعنی اینقدر براش به صرفه نمیشه، اون وقت مجبور میشی تو. اصلا من ترجیح میدم که هیچ وقت درگیر پروسس چاپ نشی، تو فقط محصولی بخری بفروشی، فوقش درگیر گرافیک باشی. هر چی تو درگیر پروسس میشی، اون اصفهانی بازی در آوردنه که حالا به شوخی های خودمون که میگیم که ورداری بگی آقا من میرم اینجا کاغذ رو یه خورده ارزان‌تر میخرم، اونو اینجوری میکنم، در صورتی که در
آخر داستان تو متضرری اصلا شک نکن توش، چون حجمی که خودت درگیر پروسس این کردی اصلا به صرفه نیست. این کاری که ما میکردیم ما مجبور بودیم، ما که تو اون دوران این کارو میکردیم چون چاره‌ای وجود نداشت، کسی نبود که بیاد این پروسس رو انجام بده. بعد کاغذ رو بغل میکردی میورد چاپخونه، بعد جالبه که از چاپخونه کار چاپ شده کاغذ لشه دیگه، بسته‌بندی که نبود که، اون لشه بعد برمی‌داشتی می‌بردی صحافی اونجا مثلا کار صحافی یه چیز پروسس اصلا به درد نخوری که اصلا امروز کجا و اون روز کجا. مثال دیگه که دوباره رایان زده در اصرار بکنه رو حرف خودش، میگه که مثلا چاپخونه واینالی وجود داره که متر مربع 25 هزار تومان میزنه ولی به مرور پاک میشه و همینه با متر 65 هزار تومان میزنه که روی اتوبوس نصب میکنن و 6 ماه دوام میاره. این کیفیت و نوع جوهرش فرق داره. ببین اینجا بحث دو تا چیز داری بحث میکنی. شما میتونی در قیمت گذاری رسماً اینو به مشتری بگی. شما نمیتونی به مشتری بیای بگی که من به تو 40 هزار تومان میفروشم همون کاری که 65 هزار تومان میارزه. یعنی 65 هزار تومانی که تازه روش باید بکشی مثلا 85 تومان بفروشی 90 تومان بفروشی، یعنی داری 90 تومان میفروشی اون 25 هزار تومانی داری 40 تومان میفروشی. نمیتونی بیای بهش بگی که من دارم کار 40 تومانی بهت میفروشم ولی همون کاریه که تو بازار 90 تومانه. اگر میخوای توی کار، چون بروکر کسی است که مثل هر بیزینس دیگه‌ای ولی یه خورده بیشتر، باید بدونه که شما کسی هستی که در طول بده اعتماد کنه، بره به دیگران معرفی کنه، دوباره کاراشو بیاره پیش تو. خب تو که نمیخوای کلاشو برداری که، تو داری واقعیت بازار بهش میگی، میگه آقا اگه میخوای با این کوالیتی چاپ شه این قیمتش اینقده، ولی من به تو دارم میگم با روتین بازار مطمئن باش با همون 25000 تومانی کارش راه میفته. روتین بازار چرا؟ چون کار چاپ ارزون شده دیگه، کسی دنبال این نیست که یه چیزی رو بزنه که برای 100 سال بمونه، داره یه چیزی رو میزنه که کار امروزش حل کنه.